دوستان عزیز در مورد آقای سعید محمد من امروز دو تا برنامه دارم که هر دوشم به هم مربوطه خیلی بحث شد که چرا ایشون پست وزارت رو نگرفته اینا که خب ما که از قبل از این حرفا گفتیم آقای قالیباف نمیذاره و فلان و از این داستان اما ای آقای به نام محمد مهاجری از تحلیلگرای جریان اصولگراسی مصاحبه ای داده که این مصاحبه خیلی سر کرد این مصاحبه رو با هم خواهیم داشت و بعد در برنامه های بعدی که امروز اجرا میشه یک سوتی هم آقای در سوتی که نه یه جورایی با صورت سربستم آقای ابراهیم رئیسی در مجلس اشاره کرد که قالیباف نذاشته ما سعید محمد رو بذاریم حالا اجازه بدید صحبت آقای محمد مهاجری رو داشته باشیم که چی داری میگه خیلی جالبه توی نظام سیاسیمون بگیم نظام اجراییمون بگیم که دقیقا اون دو تا فاکتوری که مقام معظم رهبری روش تاکید کردن که آقا یک رئیس جمهور جوان و انقلابی میاد سر کار ایشون نامزد هم شد ثبت نام کرد خیلی جالبه الان هم دیگه نمیگن رئیس جمهور جوان انقلابی میگن رئیس جمهور انقلابی چون آقای رئیس جوان نیست دیگه و این خیلی اتفاق بدی بود سر سید محمد واقعا نامردی کردن حالا ادامه اما رد صلاحیت شد کاملا نجیبانه سکوت اختیار کرد حتی گلایه که آقای لاریجانی کردن رو هم نکرد و رفت پشت آقای رئیسی قرار گرفت سفر استانی رفت این شهر اون شهر این استان اون استان, استان و در واقع آقای سعید محمد دکتر سعید محمد این کارا رو کرد همه میگفتن که خیلی خوب آقای سعید محمد یا میشود مثلا معاون اول یا میشود وزیر راه یا میشود فلان 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 آقا... راستش رو بگم چرا نشود آره دیگه من میخوام راستش رو بشنوم ما اینجا که اصلا حرفی که جای دیگه نمیتونیم بزنیم ما اینجا بزنیم با مردم راحت باشیم یا با که میگم آقای قالیباف نزوش آقای قالیباف نزوش یعنی این مجزور آقای قالیباف میچربت با آقای ایسی آقای قالیباف نداریم یه مورد آقای قالیباف چیز داشتیم وایسات حیثیتی وای بود ماجرا به خاطر این که سید محمد در پروژه یاس, یاس. بازش بکنم. بعد عمل کرده دیگه خیلی کوچولو کوچولوش کلو کوچولو کوچولو کوچولوش کنم تخلف زیاد کرده خب تخلف زیاد کرده ببین دیگه یه اصولگراییه که ببین متاسفم واقعا اه... یعنی میخواد بگه که مثلا آقای قالیباف در اون پروژه به حال یه افشاگریای علیش کرد شاید آقای محمد علیشون خوشش نیم و طبیعی بود که آقای قالیباف خلاصه تا آخر آخر آخرش آخر هم <applause> یعنی هر کیو کوتاه می اومد ایشونو دیگه کوتاه اومد آره به نظرم دیگه براش ناموسی شده بود <applause> خب عجب. تحلیل بدونیم اینو یا خبر بدونیم این ماجره ها رو اینکه من میگم تحلیل نمیکنم خب تحلیل هم نمیکنم یعنی خبره. نه دقیقاً خبر همین خبر هم ما داشتیم خب بحث هلدینگ یاس متاسفانه یه سری تخلفا میشه و خود رهبری معمولیت میده آقای سعید محمد و سعید محمد پیگیری میکنه میگه آقا تخلفاتی اینجاست و تخلفات رو بیان میکنه به جه که جایزه بگیره نقر داغ میشه من سعید محمد و وقتی که تو این قضیه میبینم و این مسئله رو میسنجم که حتی الانم قالیباف خیلی وایستاد و نداشیشون حتی پست وزارت بگیره آقای رئیسی هم نخواست درگیر شه با آقای قالیباف برای همین نمیخواست ابتدای کار مثلا ایشونو بذاره در وزارت که تو مجلس یک تنشی تو این شرایط پیش بیاد من یه جوری یاد آیه اسماعیل رائین هم اسمایل رائین مال ساواک بود بعد حالا هر جور دوست تفسیر کنید دیگه چون تا جایی که من میدونم سعید محمد یه جورایی به واسطه بیت رهبری حالا نمیگم شخص خود آقای خامنه ای ولی با بیت رهبری هماهنگ بود که فسادها در هلدینگ یاسو بکشه بیرون بعد آقای اسماعیل رائین این مال ساواک بود بعد محمد رضا شاه چند بار از آقای شریف امامی و آقای هویدا که اینا اعضای فراموسنری بودن البته الان اسنادی هم هست که خود شاه هم جزء همین فراموسنرا بوده ولی ثابت نشده بعد این آقای شریف امامی رو صدا کرده بود چندین بار شاه که آقا تو لیست اعضای فراموسنری که در دولت شاهنشاهی هستن رو به من بده شما کی هستید کجایی چیکار میکنید شریف امامی هیچ وقت این لیست نمیداد به خود محمد حالا محمد شاید ما چون خیلی مقتدر بود و همه امور تو دستش بود تا این حد هم حرفش رو تو دربار نمیخوندن شریف امامی و آقای هویدا همیشه به شاه میگفتن به تو ربطی نداره یه جوری محترمانه اینجوری بالاخره میرسوندن شاه بهش بر میخوره یکی از محققان ساواک به نام اسماعیل رائین رو پیدا میکنه یادداشت کنید اسمش و اسماعیل رائین داستان و سرنوشت جالبی داره بعد به این بند خدا میگه پاشو برو یه تحقیق درست حسابی بکن ببینیم آقا فراماسونرا کیان که الان مرجع ترین کتاب در مورد فراماسنری در ایران کتاب مرجع مال همین اسماعیل راینه را که نتیجه سه سال از اون روزی که آقای محمد رضا شاه دستور میره سه سال بالا میشه میره تحقیق میکنه بعد از تحقیقات بعد از سه سال میاد یه کتاب نزدیک 800 صفحه می نویسه که شما الان بزنید فراماسنری اسمایل راین کتاب تنها کتاب مرجعی که در مورد به تو ایرانه مال همین اسماعیل راینه را نتیجه تحقیقاتش رو در 800 کتاب میاد چاپ میکنه و میده دست محمد رضا که دیگه نگم براتون از هویدا اینا همه این لوش های اونجا میگه و میگه در این لوش ها فلان افراد اعزاش هستن این به آقای شریف امامی و آقای هویدا برمیخوره بالا میشن میرن شاه پیش شاه و شاهو دعوا میکنن به شاه میگن تو به چه حقی اومدی این اسماعیل راینا را چیز کردی این کار کنه شاه میگه من اصلا به اسماعیل راین را نگفتم کی بود کی بود من نبودم از چی بوده اسماعیل راینا را صدا میکنه شاه میگه تو به چه حقی رفتی کتاب فراماسونرا رو مثلا این اعضای فراماسونری و لو کتاب ممنوع میشه در دوران شاه حالا الان خیلی از جرته چپ میگن که کتاب خیلی جوک و مسخره مایسی های کوچولو مثلا در دوران شاه جلوش گرفته بود که چرت میگن همون کتاب مایسی های کوچولو توسط فرح در کانون پرورش فکری نوجو... کودکان و نوجوانان منتشر شد اتفاقا کتابی که جلوش گرفته میشه همین کتاب این که اعضای شاهنشاهی شاید شاید که تو فراموسنر بودن این آقای اسماعیل راین از افسرن ساواک میاد لو میده شاه میگه من بهت نگفتم فلان اصلا اسماعیل راین شوکه میشه میگه چی میگه تو برای چی رفتی همه اینا رو گفتی اسماعیل راین رو میندازه زندان یعنی اسماعیل راینی که به دستور خود شاه رفته بود این کتاب نوشته بود به دستور شاه میفته زندان الان یه چیزی من یاد سعید محمد میافتم این بنده خدا رو صدا کردن گفتن آقا باشه این باشه نون ماستش رو می‌خورد توی خاتم الانبیا رفته بند خدا تلاش کرده زحمت کشیده درس خونده رسیده به درجه اینکه مدیریت ای جهانی رو داشته باشه که در دنیا هشتاد نفر بیشتر این مدیریت رو ندارن مدرک رو ندارن بعد توی میدان عمل این همه کارهای مهم کرده بعد توی این داشته نون ماستش رو میخورده و جاده سازی میکرده سرد سازی میکرده رو میکرده یه دفعه همون بهتر عبری اومده بهش گفته آقا جانبور یه آمار بگی ببینیم قالیباف تو هلدینگ یاس ما شنیدیم یه فسادایی داره چه جوریه گفته چشم بلند شده رفته آمار فساد اینا رو تو هلدینگ یاس کشیده بیرون عین <applause> اسمایل راین سابق نقره داغ شده حالا اون افتاد زندان سعید محمد از همه جا افتاد بیرون بی بنده خدا خاتم الانبیا اومد بیرون که بفهم قانونی بیاد کاندید بشه تو همون خاتم الانبیا دوستای آقای قاریباب زدن که الان هم آقای چیز بود اسمش بگید دیگه حاجی بابایی بود چی بود اسمش الان اسمش هم یاد ن... هم نماینده ولی فقی شما یه چند تا برنامه ساختی الان هم شدیدیم که اه... کرونا گرفته گوشه بیمارستان خدا شفاش بده بعد اون آقای جوانی اومد جوانی کرد سردار جوانی به این حمله کرد کلی حمله کردن تو سپاه دوستا یعنی بخش دوستان آقای قالیباف بعدش دوباره حملات گسترده گسترده بعد اومدن گفتن وزارت هم نباید داشته باشه اصلا من سر دفاع از سعید محمد حکم اعدام دادن خیلی جالب بود برخی از همین آو... آقایین ولایت مدار رفتن کنار سلطنت طلبان نشستن علی من امید دانا حرف زدن ویدیوهاشون هست ویدیوهاشون موجوده که این آقای ارتباطاتشون موجوده که آقاین ولایت مدار هوادار برخیاشون هوادارهای قالیباف کنار هواداران رضا پهلوی علی من امید دانا نشسته حکایت اینه الانم که دیگه این آقا داره میگه آقای ابراهیم رئیسی هم به شکل دیگه داره میگه که حالا اونم باز خواهیم کرد اونم یک برنامه دیگه ای خواهیم داشت بخشی از این حرفا رو تو اون برنامه هم میگیم که برجسته سازی بشه تکراری گویی بشه بعضی وقت تکراری گویی لازمه در حال آقا یک اراده ای نیست شما با فساد مبارزه کنید این جوان شما فرستادید مبارزه کنه با فساد هلدینگ یاز و خب پشتشم هم آقا فقط اراده که یک اراده بعد باشه پشتش هم باید یک پشتیبانی باشه خب این بنده خدا اراده کرده رفته فسادها رو در آورده عوامل اون فسادها حالا رئیس جمهور تهدید میکنن که آقا تو این اگه بذاری تو وزارت ما نمیذاریم نفوذ میکنن تو شورای نگهبان اون کارو میکنن هزار تا داستان دیگه انجام میدن سعید محمد رو داک میکنن اصلا عجیبه به خدا نمیدونم چی بگم البته خیلی ها بر میگردن به من به خاطر این اتفاقات میگن آقا نابید نمیشی از دفاع ببینید در همه جای دنیا شما میگن نامید که این اتفاقی که برای سعید محمد همه جای دنیا در همه حکومت ها در همه جریان‌های از این اتفاقات هست شما جریانات دوزاری رضا پهلوی از اون شورای ملیش بگی تا سیمرغش بگی تا فرشگردش بگی اینا که جریانات شوخی است که این را میندازه با یک دایره هوادار نهایتا 40 50 نفره 40 50 اعضا هرمشون زر شش ماه هفت ماه با هم دعواشون شده انشاب دادن یا چه برسه به حکومت داری نه نامید نمیشم اتفاق سعید محمد اتفاق تلخیه ولی یه اتفاقیه که متاسفانه تا بوده همین داستان ها بوده جای تاسف داره آسیب شناسی باید که تکرار نشه ولی اینکه آدم بخواد ناامید بشه که خب دیگه زی خیال باطل کجای خب دنیا از این اتفاقات نمیافته همه جای دنیا متاسفانه این اتفاقات به شکلها و مسائل گوناگون دیگری رخ میده در حال قربتون برم این بخش برنامه میمندم همه شما عزیزان به خدای بزرگ میسپارم پاینده ایران بدرود